دلم نمیاد تنهات بذارم مادر، ولی تو که میدونی مادر بزرگ چه وضعی داره. میگم مامان کاش میشد چند روز میآوردیمش اینجا، شما مجبور نبودین تنهایی ترو خشکش کنین. ولی دیگه مامان برو، حالا چند روز این ور اون ور چه فرقی میکنه، منم باید عادت کنم. خیالت بابت مام راحت باشه. میگم کاش میشد تا هم بیای با ما بریم، برای هفتم برمیگشت. نمیشه مامان، تاها مدرسه داره، کار خودم هست، میخوام از فردا کارم رو شروع کنم. بابت یلدام نگران نباش. دیدی چقدر التماس کرد که بمونه اینجا؟ آخرم تو رو انداخت بسن. آره خودم هم یه همدم میخواستم دیگه، کی بهتر از یلدام. میگم مامان یادت گفتی وقتی کارم رو شروع کردم هر ماه یه چیزی برای خودم بذارم کنار؟ اینا هموناست. آقا جون خدا بیامرز نذاش بفروشم، گفت تو اینا رو با سختی به دست آوردی. خودشو امیرم 150 تومن از پول کامبیزو تقبل کردن. خدا رحمت کنه مهندس تاجی، شرمنده ولی منم نمیتونم کاری بکنم برات. این حرفا چیه ماما؟ کسی از شما انتظار نداره، همین که به فکر نیما و زن و بچهش باشین خودش کلی کاره. فردا پس فردا میرم اینا رو میفروشم، بقیهش هم خود نیما قول داده جور کنه. شما هم نگران من و بچه ها نباشید. ماما قربونت برم، ماما نگران ما نباش، خب برو به کار و زندگیت برس، فقط به فکر سلامتی خودت باش. چیه؟ 15 روز دیگه تحویلمون میدن. چی و زن دوم تو؟ اونی که یه هفته ای تحویل مبارکه به نام شماست. عزیزم چرا همچین کاری کردی تو این وضع و اوضاع؟ کدوم وضع و اوضاع؟ این ماشینه دیگه، خیلی وقت بود بهت قول داده بودم نشد، از سر تقصیرات ما بگذر بانو. رفتی زیر بار قرض؟ نه من بهت گفتم دوست ندارم از کسی قرض بگیری. میرم سر به کو بیابون میذارم. بابا هزار سالو میخواستیم یه ماشین بگیریم، حالا شده چیکار داری به این کارا؟ الان حرف حسابت چیه؟ پس واقعا قرض گرفتی؟ وام هم جور شد عزیز. تو رو خدا کی؟ پس تونتون قرضش نکنیم دیگه، ماشین واجبه، میخواییم بریم دور دور. اه شما فکر نمی کنی کم برای دور دور کپول تشریف داریم؟ اه مرد باید کپول باشه یکم چلو بد اخلا خدا رو جون شوهر مرسه تو شم داره. آره آره نفسی بابا. سلام نیما، از اون روز تا حالا فقط 5 تومن ریختی؟ بقیه‌شو تا شب می‌ریزم به خدا. 22 میلیون کم داریم ما. اگه یه درصدم فکر می‌کنی که جور نمیشه؟ نه نه الان با یکیشون تو بانکم، دو تا یهشون هم گفتن تو غروب و شب می‌ریزن حتما به حساب. باشه دوباره زنگ می‌زنم. باشه. بعد 10 سال زندگی انگار خوب ندیدم. بیا امیر، مثل همیشه کمکم کن، مثل همیشه بهم بگو همه چی رو راحت بگیرم.
همیشه بخند تا بعدش منم بخندم. آقا جون با شما هستم. نمیگم میزنم زیر قولم، ولی شما هم هوامو داشته باشین، بهم راهو نشون بدین. اون یک تایی که میشناختین امیر کنارش بود. بدون امیر نمیدونم چی میشه. یه کاری کنیم بفهمم تنها نیستم. بله. سلام، خسته نباشی. سلام خانم. مقدم هستم، وکیل دادگستری. یه لحظه اجازه بدیم. امرتون. دقیقاً 2 هفته پیش یه پدر و پسر اینجا فوت کردن به نام تاجیک. بله. میخواستم لطف کنین یه بار دیگه زمان دقیق فوتو چک کنم. کارتتون لطفا. بله حتما. این کارت. بله. اینم نامه رئیس بیمارستان. اینم مدارکی که شاید لازم بشه. سلام آقای اخوان، صالحیم. یه خانم اومدن وکیلن. در مورد اون پدر و پسری که 2 هفته پیش اینجا فوت شدن سوال داشتن. هرچی گشتم اصل گواهی فوتو پیدا نکرد. کدوم پدر و پسر؟ علی اکبر و امیر تاجیک. شاید تو کشوی میزن باشه. خودم هم حد زدم، من تا کشوتون قفله. بهشون بگو فردا بیا، من خودم هستم. چشم. خداحافظ. بابایی اون سپاهی منو میاری؟ همون موشه حیاتیه؟ آره. چرا نمیاد؟ نیماست، نوشته تا آخر امشب بقیه پولو جور میکنه. راستی تو از دست حالا چته؟ هیچ، یکم سرم درد میکنه. فکر میکنی حال روز من خیلی خوبه؟ اگه اصرار فروغ نبود و این بچه نبود به خدا نمیمدم. بیا تو هم مامان جون ببین. آره مامان جون، چرا سلام. سلام، چرا اینجا بایستیدیم؟ سلام، قربونت برم، در چرا بازه؟ فروخ کن، فروخ، فروخ، چطوری همو؟ ببینیم یه چیزی اشتباه دادم. بیا بچه ها. خوش اومدی. مزاحمت شدی. بفهم. سلام. قابل شما رو ندارم. ممنون. بفهم. مرسی. نگاه کن. اینه دوگمش. ببین. پایی میره بالا. پایی استو میشه. پایی میاد پایی. ممنون از شما. بشی. الان مثل یک کارتون. برم براتون یه چیزی بیارم. کیف کنی. کیف میکنی. بشین. Evet, bunu düşünüyorum.
بیام کمکتون؟ نه عزیز، درس دانشگاه چه خبر؟ خوبه؟ شما زحمت نکشین. چرا خسته شدین شما؟ برنگشتین با مامانتون؟ چرا؟ آخه مامانم نگران یکتا بودش، بعد منم موندم پیشش که تنها نباشه. هستین فعلا پس ها؟ فکر کنم. آخه عزیزم، نمیتونین یکتا رو تنها بذاری نه؟ نه دیگه. اتفاقا یک دو جون میگفت شما خواستگار زیاد داشتین تو شهرتون، چطور به همه جواب رد دادین؟ خب آخه میدونین یه جورایی مرد زندگی نبودم. آخ چه بد. ببخشید فروغ جون، سرویس بهداشتیتون همونجا بود؟ بیا اینا رو همه رنگاشو جدا کن که الان میخوای خونه درست کنی هر کدوم جدا جدا بشه. باشه؟ باشه. اما اینجا نگاه، چرخ و فلک، چرخ و فلک تازه. بیا من اینو از دستم در بیارم. در باریکلا. خیلی خب امو جونه اینجا اتاقا چیه؟ چطور مگم؟ شما که بچه نداری؟ بله. خب ما اینجا رو درست کردیم که هر وقت تا آجون اومد اینجا اتاق داشته باشه. اگه موقع خواستی بخوابی بدونی کجا بخوابی دیگه. این اتاق دوست نداری؟ چرا؟ خب دیگه واسه تا آجونه. خب اگه بتونی یه خونه خوشگل درست کنی یه جایزه خوب پیش من ده. اون وقت چیه جایزش؟ جایزش یه روز شنا توی استخر خوب با یه پیتزای درجه یک بعدش. خیلی خوب از بعدش برو. من هم دارم کمکت میکنم. امو شما شنا بلدین؟ آره امو. میدونی کی شنا یاد من داده؟ نه. بابا امیر خودت. انقدر شناش خوب بود روز اول که میخواست شنا یادم بده منو پرت کرد تو استخر. گفت اینجوری یاد میگیری. امو دونم بیا حیوان بازی، من که خسته شدم. حیوان بازی؟ پس خونه چی شد؟ باش من شیرم، من شیرم، تو بس چی؟ موش. موش ندارم. یه حیوان دیگه که همونقدر بدبخت. گوره خره از همهشون بدبختره. بله. یا گوره خر یا ای. نه همین گوره خر بیشتر به من میخوره. یا جلاوی نم تاها. مامان جون بله. یه بار تو اتاق همون برات کارتون گذاشتم. برو. نه دیگه مامان نمیبینی دارم باز میکنم. برو مامان جون زود برگرد بقیه بازی تو بکن. اونجایی نریا، من زودی برمیگردم.
برو قربان برم، من اینجا نشستم. میدونم از دستان ناراحتی. اگه امشب اومدم فقط به خاطر این بود که دوست ندارم مسائل خانوادگی با مسائل کارخونه قاطی بشه. بعد امیر تو تنها کسی هستی که واسه تاها مهمه. تاها بهت نیاز داره. چه عجب، ما هم یه جا مهم شدیم. تو که همیشه مهم بودی واسه هممون. برای همین حرفم هیچ جا برو نداره. نه اگه منظورت این قضیه زهره اون فقط یه سوء تفاهم بود. اگه میگفتی که قصدت آزمایش کردن نه، پس از این به بعد برای هر کاری که میخوام بکنم باید از شما اجازه بگیرم، درسته؟ اصلا و ابدا. فقط وقتی پای کارخونه وسط باشه، بدونم یه اشتباهی داره صورت میگیره، من نظرمو میگم. یکتا خانم، یعنی میخوای بگی صلاح کارخونه پدری منو از من بیشتر میدونی؟ من کی همچین حرفی زدم؟ فقط ممکنه صلاحی که من میبینم با صلاحی که شما میبینی فرق داشته باشه. ببخشید. خونه احسانم چیزی شده؟ یک تا مهندس تاجیک از خودش وصیت گذاشته. نمیدونم چطور؟ یعنی چی نمیدونی؟ خیلی مهمه. والا شاید احسان اطلاع داشته باشه. اگه مشکلی پیش اومده میخوای بهش بگم؟ اگه موافق بود پاشو بیا اینجا. نه ترجیح میدم اول به خودت حرف بزنم. ببین از اولم قرار بود هرچی راجع به ارث تو جمع گفته بشه، اینجوری بهتره. آدرسو برات میفرستم، بیا. خیلی خوب، پس میبینم. باشه. سلام، چطوری؟ خوبی؟ تو خوبی؟ مگه مهمون داری؟ آره، یک تا اینا چرا شام نیومدی؟ من دیگه رستوران شلوغ بود، مجبور شدم تا الان واستم. ما هم که دعوت نبودیم. و نه، این چه حرفیه؟ میذاریش تو آشپزخونه دست درد نکنه. چرا که نه؟ اینجا خوبه؟ آره. گشنت نی؟ نه، رستوران بودم دیگه، یه نیم روز زدم. خیلی خوب. بهار بهار جسم آشنایی صدات بهار چی شدی؟ ببینم ببینم بهار جا میگم ببینم اون بالا ببینم. چرا به من زنگ نزدی؟ خب باشو 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 بهار جان، باشو آماده شو بریم بیمارستان. باشو زمین که دست درم بزنم. اینجا خورمونت مرسی. بیاز بردار، نمیخوریم؟ نمیخوریم. ببخش، بفرمید. ممنون، من نمیخورم. بردارین دیگه، من کلی گشتم بهترین قرمزی شهر میگرفتم. این توت فرنگی دارش بخوریم. واقعا؟ آره، ویتامین سی داره، بفرمید. اون چنگال دستتون نوش نشه. مرسی. بشم. فرزین جان. بله. زباله ها رو میذاری دم در. بگه بس
همه هستن. میخواین شروع کنی؟ من خدمت یک دو جونم گفتم. تو وقتی که وصیت مهندس تاجیک نباشه نمیشه دقیق گفت. ببینید آقا جون همه اسناد مدارک مهمیش رو تو گاوصندوق کارخونه نگه می‌داشت. با این وجود ما همه جا رو گشتیم. هیچ دستخط، دستنوشت و یا وصیت‌نامه‌ای از ایشون پیدا نکردیم. تو فرض کن هیچ وصیتی نیست. من مدارک مربوط به گواهی فوت مهندس تاجیک و امیرخان رو بررسی کردم. تا به حال به همچین چیزی بر نخوردم. طبق گواهی فوت امیرخان 8.5 دقیقه زودتر از مهندس تاجیک فوت کردن. و طبق قانون اگه وصیت‌نامه کتبی وجود نداشته باشد، در صورتی که دختر یا پسر زودتر از پدر فوت کنن، هیچ ارثی به فرزند تعلق نمیگیره. یعنی چی؟ میشه به زبون ساده تر واسه ما توضیح بدین؟ حکم عقل اینه که آدم زنده برای آدم مرده ارث نمیذاره. چون امیرخان زودتر از پدرشون فوت کردن، هیچ ارثی از پدر نمیبره. زن و بچهش هم نمیبره. آنتیبیوتیک؟ هر چند ساعت یه بار؟ 3 ساعت. بله. مسکن؟ بله. پلاکت هم تزریق باشه. چند باره؟ فعلا 1 بار. چشم. بدونی که متاسفانه سرطان همسرتون در شرایط خوبی نیست. تو مرحله پیشرفته است. افت شدید گلبول سفید و پلاکت داره که اصلا خوب نیست. تو این شرایط فقط میتونیم با یه سری دارو جلوی دردش رو بگیریم یا نهایتا جلوی پیشرفت بیماری رو. هزینه‌ش هم اصلا کم نیست. یعنی چقدر؟ بستگی به داروهاش داره. Thank you.
الو من شما مگه نگفتی آب از آب تکون نمیخوره؟ پس چرا این وکیله اومده بود؟ راجب اون گندی که زده بودیم صحبت میکرد، گفت بازم میاد. حالا چی میشه؟ یکتا چیزی به نام تو یا امیر بوده؟ چطور؟ منظورم اینه که چون تو از پدر شوهرت ارث نمیبری چیزی هست که به نام تو یا امیر باشه؟ آره، یه آپارتمان. خب یه آپارتمان کوچیک وسط شهر دادیمش رهن. اون الان به نام کدومتونه؟ امیر میخواست به نام من بزنه ولی زدیم به نام تاها. یه زمین هم داشتی نه؟ اون زمین شمالو که چند ماه پیش فروختیم پولشو برای کمک به کارخونه دادیم به بابای امیر. اینجا هم که به نام خودشه. ما اومدیم اینجا که اون تنها نباشه. خب هیچی. آخه مگه میشه پدر شوهرت به این چیزا فکر نکرده باشه؟ تو مطمئنی که پدر خدا بیامرز امیر وصیت نامه نداشته؟ نمیدونم. میشه بدونی؟ یک تا این مسئله خیلی مهمه. اگه وصیتی باشه خیلی چیز ممکنه تغییر کنه. نمیدونم خونه، سهم تو، سهم تا. ببین نصری، اونقدری که نبودن امیر اذیت هم میکنه نداشتن وصیت نامه اذیت هم نمیکنه. من الان احساس مسئولیت بیشتری نسبت به تاها دارم. آیندهش برام مهمه. اگه وصیت نامه ای نباشه و ارثی هم بهش نرسه مهم نیست. خدا رو شکر که سقفی بالا سرمون هست. کار کارخونه هم که دارم. احسان چجور آدمیه؟ آدم خوبیه. چطور؟ تو این شرط استثنایی که تو قرار گرفتی از نظر قانونی سهمی بهت نمیدم. مگر اینکه احسان اخلاقا بخواد سهم تو و تاها رو برات در نظر بگیره. اوهوهو دیرم شد، باید برم بیمارستان. قرار دارم با همونی که گواهی فوتو ثبت کرد. تو هم بگرد ببین میتونی این وصیت‌نامه رو پیدا کنی، یه سندی چیزی که به کارمون بیاد. باید برم برای تو ها غذا درست کنم. تو اصلا گوشت با منه؟ آره. یک تا ازت خواهش میکنم تو این مدت با احسان سرشاخ نشو. روی کاغذ الان همه چی مال اونه. قانوناً هر کاری بخواد میتونه بکنه. ولی شاید بتونیم با زبون خوش کاری کنیم که حق و حقوق تو اتاها رو بده. من میرم. کاری نداری؟ خداحافظ. الو. نه آبجوب هنوز نرفته سر کار. نمیدونم، شاید امروز یکم دیرتر بره. فرزین، میگم چطوری میشه که یک تا هیچ سهمی نداشته باشه؟ باشه ببخشید، چی میخواستی بگی؟ کار؟ واقعا؟ وای دست درد نکنه. حالا چه کاری هست؟ باشه باشه، آره نه باشه حتما. آدرس رو برام بفرست. آره آدرس رو برام بفرست. ممنونم. آره همین امروز میرم. آره بفرست بفرست. حسابتون که خالیه خانوم. مگه نیما پولو نریخته؟
نیما اگه پول داشت خواهرش جلو نمیفرستاد. ببین من الان برمیگردم بانک. تو آخر وقتم اونجا میشینم. اگه چکت پاس شد کشو. ببین اگه نشد این بلایی که الان داری سرم میاری و صد برابرش رو سرت میارم. گفتم که گفته باشم. آقا کامبیز یه لحظه صبر کنید. کجایی تو؟ چرا پولو نریختی؟ کامبیز اومده بود صبح جلو خونه. تهرانم با 20 میلیون پول نقد. بابا همینم دونه دونه رفتم دم خونه هاشون خفتشون کردم طلب و مزدشون گرفتم. تو نیما بجام. باشه. پیمان اینجا؟ سلام چطوری؟ سلام چطوری؟ خوبی؟ چیکار می‌کنی؟ کجایی تو؟ بیا چه ملم چیکار داری می‌کنی؟ مرواز کجایی؟ کجا می‌خوای باشی؟ نه با اون موقع که دهن به دقیقه واسه گرفتن متوتون التماس میکردی، نه با الان که یه هفته است نمیده سراغ نسخت. شرمنده با واسه این نسخت رو دهت و دکتر رو زدم جونتو. اصلا یادم رفته بود. بشین فیلممون نکن. تو داروی بهار یادت بره. بهار رو بردم بیمارستان خصوصی. جدی میگی؟ خصوصی؟ با هم جور شد. آها خدا رو شکر. الان خیلی بهتره. خیلی خدا رو صد هزار مرتبه شکر. انشالله کامل خوب میشه. پیما خیلی خوشحال شدم. خیالم راحت شد. بیا این نسخه همراهت باشه. شاید یه روزی به دردت بخوره. دست درد نکنه. یکم حواست به خودت بیشتر باشه. ما رو نگران خودت نکن. یکم هم به خودت برس. قیافت دیدی؟ به خودت برس. باشه؟ باشه. چیزی هست بخوای بهم بگی پیما؟ حالتا اگه نامرم نیستم. چه حرفیه؟ خب آره دیگه. با این قیافه‌ای که تو درست کردی دادم جرأت نمی‌کنه بیاد طرفت. چی بگم؟ تو که خودت همه چی رو میدونی. رفتی یه زن خوب گرفتی، نتیجه‌ش هم میشه همین. حالا اینو میدادی، میرفتی یکی دیگه میگرفتی. ای نامرد. والا نامستا با هنوز محصلمون هم نرفتی. میدونم. همشو میدونم. همه چی رو میدونم. اومدیم به خودمون بیاییم. درد افتاد به همه زندگی. مثل درم بایزه به خودت برس. به خودت بیشتر برس. لیست مال اینه که روزی 300 تا مشتری داشته باشی. آقا داریم ایشالله. داریم ایشالله یعنی چی؟ حالا میدونی حساب کتاب ماه چقدر شده؟ ما اینجا رو ببندیم که سودش بیشتره که. آقا مشتری میاد. ولی غذامون که ناقص باشه خود به خود پس میزنه. یهو میگه لابستر کبابی میخوام. به جهنم بگو نداریم. الو.
سلام. اینجا اومدی چیکار؟ خواستم ببینم تو. تو که میدونی فروغ هر روز میاد اینجا. چی شده حالا؟ هیچی، ببخشید. دیگه هر وقت خواستین خودتون تماس بگیرید. خدافظ. وایسا، چرا ناراحت میشی حالا؟ این همه راه تو این گرما اومدم که ببینمت. نمیدونستم با این استقبال مواجه میشم. من معذرت میخوام. توی امروز یه ذره کارام به هم ریخته بود. اصلا حواسم واقعا سر جاش نیست. عذر میخوام ازت. حالا چی شده؟ هیچی، رفتم همون شرکتی که شما گفتین. گفتن از فردا برم سر کار. هم آقای کاشفی. فکر کردم حضوری بهتون بگم خوشحال میشی. معلومه که خوشحال میشم. مگه دست خودش بود استخدام نکنه؟ اینجا ما میگیم چیکار باید بکنن چیکار نکنن. حالا قهر نکن. من میدونستم تو لیاقتشو داری. از کی باید بری سر کار؟ از فردا صبح. به سلامتی. الان باید برم خونه. تاها یه ساعت دیگه برمیگرده. خدا بهت برسون. نه اگه لطف کنی من با آژانس برم. خب میرسونم دیگه. آخه ما هنوز محرم نشدیم، اینجوری بهتره. الان راننده آژانس محرمه؟ نه، ولی خب مجبور نیستم تا اونجا باهاش حرف بزنم. اگه منم قول بدم تا اونجا باهات حرف نزنم چی؟ مثل همون راننده آژانس. خانم رسیدیم ها. ماشین در اختیار باشه آقا. تو هم ای رفته هست دست، بر کجا باشم خمت هست. کاش روز رفتن تو گریه چشمم با نمیبس. رفتی و دلتنگیم در خانه تنها موند، بغض در وا شد تو رفتی قصه اینجا موند. رفتی و هر گوشه زیباییت جا موند، گریه من بی صدا موند، گریه من بی صدا موند. ای تو فهمیدم عذاب به دل بریدن رو، از خودم از زندگی پا پس کشیدن رو، معنی با دیگرانت شاد دیدن رو، پس بده دنیای من رو، پس بده دنیای من رو. بعد از تو این شب غمگین مرا زرده، بعد از تو آنچه با من بود بی تو ماندن بود، در خیابانهای باران خورده، بعد از تو خواب و رویا تو شوق فردا تو، از جهان تنها تو را میخواهم، اما تو جای دل کندن جان بخواه از من، من که میمیرم برای زندگی با تو. با تو هم ای رفته هست است، هر کجا باشم خمت هست. کاش روز رفتن تو گریه چشمم را نمیبست. با تو هم ای رفته هست است، هر کجا باشم خمت هست. کاش روز رفتن تو گریه چشمم را نمی‌بست.